pesan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Habib ilahina وتبيب قلوبنا يا أبا القاسم المصطفى درست یک مقدار ممکنه تواهم باشه اینجا جمعیت ماشاءالله انبوه هست، اما خیلی کوشش بکن این گرمی کجا و اون گرمی قیامت و اون آفتاب صحرای محشر امشب اومدیم برای توبه. امیر المؤمنین علیه السلام میفرمند که اگر میخوای که توبت نصیب باشه باید رنج و زحمت عبادت رو هم بچشمی. اینی که اینجا اومدی نشستی میدونی چه خونت بنشینی، اما همین جز عبادت شماست. سوزده تا که بسوزد زغمت سخت درونی، عشق ده عشق ده تا که بگریم ز غمت نام سیاهی. اگه بتونی امشب قطره اشکی بریدی خواهرم برادرم هر گوشه این مجلس نشستی به عقیده من مزه میشه به دو گرفتی، چون پسندی که فرود آوریش در دل آتش، این زبانی که دل شب به تو گفته است خدای من، کس به غیر از تو نخواهم، چه بخواهی چه نخواهی،
پشت دیوار نشینم، چون گدا بر سر راهی. مولای من تو کریمی و دو صد کوه بکاهی ببخشی، من بیچاره چه سازم، من بیچاره چه سازم که نیاوردم ترکاهی. خدای مهربان، به آبروی اون عزیزان صالحی که توی جمعیت نشستند و من نمیشناسمشون، پیش خدا خیلی آبرو دارن، خدا بهشون بیشن به منتون قد به نظر رحمت نگاه میکنه، انشاءالله به همه این جمعیت نظر لطف و رحمت و مغفرت خودش رو بیندازد به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در این شب نزول قرآن سعادتی است در سر خوان قلب القرآن سوره مبارکه یاسین نشستیم. این شب به اینجا آمدیم که خدای مهربان بعد از نقل داستان اون مرد خدا حبیب نجار که چگونه از پایین شهر از اقصى المدینه می آید به کمک انبیا، و جاء من اقصى المدینه رجلا یسعى، با سعی یا سر فرصت کار خیر خودش رو میرساند، هی این دست اون دست نمی کنه که از بختش بگذره. رجلون یسعی و جاودان هم میشود، میلیاردها و میلیون ها انسان آمدند و رفتند، اما این حبیب نجار نامش در قلب القرآن سوره مبارکه یاسین ثبت و ضبط میشود. بعد خدای مهربان اشاره می کند به نعمتهایی که به ما عطا کرده. همین خاک، گفتیم در این منظومه شمسی یا سولار سیستم فقط 5 کره هست که خاک دارن، بقیه خاک هم ندارن. یکی از ارکان مثلث رشد و حیات و خلاقیت. مسئله دیگر خدای مهربان اشاره می کند به نعمت آب، رکن دوم این مثلث آفرینش. و نکته سوم اشاره می‌فرماید به دست توانای شما بنی بشر، این آب و این خاک زمانی که با دست بشر ترکیب می‌شود، می‌شود خرما، می‌شود انجیر، می‌شود سیب، می‌شود انگور، می‌شود رزق و روزی. لذا خواهر توجه کنید، در قسمت بعدی خدای مهربان اشاره میکنند به نعمتهای آسمانی. حالا اگر سرت رو از روی این زمین خاکی برداری به سمت آسمان، خدای مهربان شمس رو میفرماید لشمس و ینبقی لها ان تدرک القمر، و خدای مهربان بیان میفرماید که چگونه این آفرینش، این ملکیوه یا کهکشان راه شیری، همه اینها در حرکت هستند. از کلمی هم از جمله معجزه های علمی قرآن هست، scientific miracle، و شمس و تجرید مستقر بن لها، این خورشیدی که هنوز بعضی ها خیال میکنن سر جای خودش میچرخد و این سیارگان یا پلنت به دور اون میچرخند، این تنها مدار و محور آسیا نیست، بلکه این مدار، این محور آسیا با تمام اقمار و با تمام سیارگان خودش به حرکت هست. کجا میرود؟ لمستقر لها، به اون دستینیشن، به اون آدرسی که ما بهش دادیم. و دیشب یک فیلمی رو اینجا خدمت عزیزان نشان دادیم که چگونه این آسمان ها، این عالم، این دنیا به تعبیر قرآن همه در مسیر حرکت هستند. ذالک تقدیر العزیز العلیم، و این مدیریت خدای عزیز توانا و عالم هست. و القمر قدرناه و منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، این ماه منزلهایی دارد. و گفتیم که امتیاز دین اسلام با سایر ادیان این هست که برنامه ها و عبادت های این دین خیلی مؤکد شده از روی مدیریت زمان، تایم منیجمنت،
از این جهت هست که لوگوی اسلام ماه هست. لشمس و ینبقی لها انتدرک القمر، ما طور اینها رو تنظیم کردیم که ظاهرش این هست که هر کدوم از این پلنتس یا سیاره ها یا ستارگان خودش یک گرویتی و جاذبه ای دارد، اما این گرویتی، این جاذبه یک دافعی هست در برابر جذب ستارگان دیگر. از این جهت هست که ما ساکنان این کره زمین با سرعت مایل ها داریم حرکت می کنیم ولی متوجه چیزی نمی شویم. اینجا که نشستیم ما فکر می کنیم ثابت هستیم، در حالی که با سرعت صدها مایل سرعت ما در حرکت هستیم. این فرق بین خالق و مخلوق است. اون هواپیمایی رو که مثلا بشر طراحی می کنه و هر چند روز یک بار هم می افته، همه سرنشیناش تکه تکه می شون، به محض اینکه حرکت می کند همه ما متوجه می شویم. اما شما امشب برید در منزل خودتون راحت، سرتون رو روی بالشت استراحت میگذارید و گمان میکنید که واقعا آرام گرفته اید، هیچ حرکتی نیست، سکون بر شما غلبه کرده است و راحت میخوابید، در حالی که با سرعت صدها مایل خدای مهربان شما رو حرکت میدهد به سمت قیامت. هم این زمین میچرخد، هم سولار سیستم منظومه شمسی، هم کهکشان راه شیری و هم اون وب، کل مجموعه کهکشان ها با سرعت خیلی خارق العاده در حرکت هستن. و کلون فی فلک یسبحون، هر اون چه که در این فلک یعنی مدار، و معمولا مدار بیضه‌ای شکل رو، بیضه نگرد کامل، بیضه‌ای شکل رو فلک میگن. این هاش خودش اون حالت زمستان و تابستان بودن زمین رو مشخص میکنه. این کلمه فلک، اونهایی که آشنا هستن، این مدار زمین به دور خورشید گرد نیست، ظاهرش این هست که گرد هست اما بیضه‌ای شکل هست. این هم معجزه دیگری، معجزه علمی دیگری. و معجزه علمی دیگر این آیه شریفه، یسبحون، و هر اون چه که در این فلک میچرخند، در افلاک میچرخند، اینها یسبحون، یعنی از کلمه تسبیح نمیاد، از کلمه سبحه میاد. سبحه یعنی شنا کردن. پیغمبر مکرم اسلام حضرت محمد المصطفى صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که علموا اولادکم الرمایه و السباحه، به فرزندان خودتون تیر اندازی و شنا رو بیاموزید. سباحه یعنی شنا کردن. به جهت این تنظیم خوبی که خدای مهربان خالق بر این کهکشان‌ها و بر سیارات کرده است، ما چون سرعت اینها رو متوجه نمی‌شویم، حس نمی‌کنیم، از این جهت خدای مهربان به جای کلمه یسبحون کلمه یسبحون رو استفاده کرده، یعنی شنا کردن. دیدید وقتی یک نفر این ماشین خوبی می‌گیره، مثل کشتی ها اصلا متوجه نمیشی، مثل کشتی شناور هست، بسیار نرم. خدای مهربان اشاره میکنه که ما طور اینها رو تنظیم کردیم که یسبحون، گویا دارن شنا میکنن. البته کلمه سبحه دو تا بار معنوی دارد، یکی معنای سرعت هست و دوم معنای شناگر بودنش هست، یعنی هم با سرعت میرود و هم آرام حرکت میکنن. و آیت لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک مشحون. حالا بعد از اینکه خدای مهربان توجه ما رو متوجه زمین و آب می کند، بعد متوجه آسمان ها می کند، الان متوجه دریاها و اقیانوس ها می کند. آیه دیگر خدا، نشانه دیگر خدا این هست که ما حمل کردیم ذریه آدم رو، بنی بشر رو، در کشتی هایی که پر هستند. خب این که ما حمل کردیم اینها رو در کشتی ها، چرا خداوند سبحان به خودش نسبت میدن؟ چرا مثلا نمیگوید که بعضی ها کشتی درست کردن از انسان ها و سوار کشتی شدن رفتن مثلا ها؟ چرا به خود نسبت میدهن؟ میخواهند بفرماید که همه اینهایی که شما دارید انجام میدهید کار شما خلقت نیست، کار شما انسان ها ترکیبه، کار من خدا خلقت هست. من خدا همه چیز رو از صفر اوریجینال درست کردم و بعد شما بشر یا میاد اینا رو با هم دیگه ترکیب میکنی، میخوچوب رو میذارید میشه کشید، یا اینکه اینها رو شما کپی میکنید، میبینید مثلا پرنده چجوری پرواز میکنه و
بعد مانند او هواپیما رو هم دیزاین میکنیم، طراحی میکنیم. این هم خلقت هست. اما این خلقت، کلمه خلق اصلا هر جا در قرآن به خداوند نسبت داده بشود، یعنی خلق ابتدایی. هرگاه این کلمه خلقت به انسانها نسبت داده شود، یعنی خلق ترکیبی. خدای مهربان می‌فرماید ما ذریه انسانها رو در کشتی‌های پر در دریاها و اقیانوس‌ها حرکت می‌دهیم. چرا خدا مستقیم به خودش نسبت می‌دهد؟ می‌خواهد بفهماند که شماها دست دوم هستید که از برکت این ابزاراتی که ما برای شماها آماده و مهیا کرده‌ایم، شما موفق شدید که مثلا حالا کشتی سواری هم بکنید. مثل اینه که بگیم بهار آمد و همه درختان مرده را زنده کرد. این یه عبارت. یک عبارت دیگر هست که خدای مهربان به وسیله بهار درختان مرده را زنده کرد. هر دوش درسته. اون قسمت این که بگیم خدا به وسیله بهار درختان مرده را زنده کرد، این عرفان بیشتری دارد. ولی اگر بهاری نمی‌بود و خدا این نمی‌خواست، این درخت‌ها در همون حالت خزانه خود می‌ماندند. فلفل میکن مشهون، این کلمه ذریه زیبایی دارد. ذریه یعنی چی؟ فرزندان. و معمولا فرزندانی که یه خورده کم کوچکتر هستن، حمل و نقلشون یک مقدار زحمت داره برای پدر و مادرها، بار خاطری هستن به تعبیر سندی، اینها رو ذریه میگن. خدای مهربان نمیخواهد بگوید که ما ذریه بچه های شما رو با کشتی بردیم، نه، بخواهد ما رو متوجه یک حساب فیزیکی بکنند که فرزندان شما، شما بنی بشر، شما بنی آدم، ترکیب وزن شما با ترکیب آبی که ما خلق کردیم طوری هست که شما باید یک تغییری در این معادلات ایجاد بکنید تا بتوانید سوار این کشتی بشوید، برکت بکنید. یعنی این بار جسمی شما رو ما میتونید، این آب رو به طوری خلق کنیم که شما این کشتی سواری راحتی که میتونید انجام بدید نتونید انجام بدید. و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون، ما نتنها مثل کشتی، مرکبهای دیگری هم ما درست کردیم، خلق کردیم که شما به وسیله اون استفاده میکنید. مثلا در زمان گذشته از شتر استفاده میکردن. اونهایی که یک مقدار تحقیق بیولوژیکی راجع به شتر کردن میدانند، عجب موجودی هست. الله اکبر. هفته ها بدون آب در بیابان ها حرکت میکنند، راه خودش رو گم نمیکند، در طوفان ها باز هم حرکت میکند. یعنی اون راکبش بنشینه در محمل خودش هنگام طوفان، پرده ها رو بیاندازد، استراحت بکند، این شتر در این طوفان شن هم میبیند، هم راه رو گم نمی کند، هم حرکت می کند. و امروزه به برکت این نمونه ها و اگزمپل ها و الگوهایی که خداوند سبحان در اختیار ما قرار داده است، چه از مدل های مختلف پرندگان که ما هواپیما رو ساختیم، چه از مدل های مختلف حیوانات که ما ماشین ها رو ساختیم، اتومبیل ها رو ساختیم، چه از مدل های مختلف مادی ها که ما زیر دریایی ها رو ساختیم. و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون و ان نشأ نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون. اینو دقت بفرمایید، اگر ما بخواهیم میتونیم غرقشون بکنیم، و او زمانی که ما غرقشون بکنیم فلا صریخ لهم، فریادشون به هیچ جایی نمیرسد، ولا هم ينقذون، و هیچ کس هم اینها را نمیتواند نجات بدهند. حتی اقل از این آیه شریف دو چیز رو میتونیم استفاده بکنیم. یکی این که خدای مهربان ما رو میخواد متوجه بکنه به این تناسب وزنی که بین ما و آب وجود داره. اصلا چقدر بار در یک کشتی چوبی یا حالا کشتی های چوبی عوض شده میتواند بماند و حرکت بکند، یک تناسبی وجود داره. ولی اگر خدای مهربان این نسبت رو درست نمیکرد، اصلا شاید هیچ موقع به مخیله بشر سفر کردن با کشتی سرباز ممکن نبود. مسئله دوم، خدای مهربان میخواهد بفرماید که
اگر هر چقدر شما کشتیاتون قوی باشه، باز هم در برابر اون اقیانوس آبی که ما درست کردیم چیزی نیست. اگر ما بخواهیم میتوانیم. و ظنون این ذهب مغاضبن فظن اللن نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا اله الا سبحانه الا رحمتا منا و متاعا الهی. خدای مهربان میفرماید همه اینها رو ما برای شما رحمت خلق کردیم. شما میدونید چندی پیش ناسا اعلام کرد که گویا دو سه تا کره شبیه زمین پیدا شده، خاک هست، احتمال داره توش آب هم باشه و دست بشر میخواد که به اونجا برسه، اما نمیدونم حالا چقدر چند صد سال نوری ما ازش فاصله داریم که یعنی تقریبا فعلا بر اساس دانش ما محاله که به اونجا برسیم. اما خدای مهربان میفرماید اینقدر شما گشتید، اما تو همین پکیجی که شما اینجا هستید همه چیز رو متناسب برای شما آفریدیم و این رحمت هست. الا رحمتا منا، این هدیه ما هست یا گرانته. و متاعا الهی، و همه اینهایی رو که شما میبینید اینا متاع هستن. متاع یعنی ابزار، یعنی تولز، یعنی به اینها خیلی دل نبندید. ما اکسیژن و آب و اقیانوس و ماهی و درختان و همه این خلایق رو به خدمت شما انسان‌ها قرار دادیم. چرا؟ ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و بگی به قفلت نخوری. خب حالا یکی از نشانه‌های خلقت زیبای خدا سوره مبارکه الرحمن هست. در باره همین آب خدای مهربان می فرماید مرج البحرین یلتقیان فبه ای آلاء ربکما. خدای مهربان می فرماید که دو تا دریا هستن که اینها به هم دیگر رسیدن، بینهما برزخون، بگید لا یبغیان. بین این دو تا دریا برزخ یعنی واسطه، یک حائل، یک پرده. بین این دو تا دریا یک برزخی هست، یک حائلی هست که نمیگذارد این دو تا دریا با هم دیگه مخلوط بشن. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبغیان فبه ای آلاء ربکما تکذبان. بعد خدای مهربان میفرماید خب شما به کدوم نعمت پروردگار میخواهید منکر بشید؟ صاحب این شب عظیم حضرت مولانا امیر المؤمنین علی علیه آلاف و تحییت و سناه، اون بزرگ مردی که فرمودن سلونی قبل ان تفقدونی، از من علی بپرسید قبل از اون که من علی رو از دست بدهید. کدوم ابر مردی در تاریخ میتواند، کدوم ابر انسانی میتواند چنین ادعایی بکند غیر از علی و ائمه اطهار و انبیاء خدا؟ این بزرگوار می‌فرمایند عجایب خلقت خدا در دریاها بیشتر است از زمین. خب همیشه مفسرین فکر می‌کردند که این یعنی کجا هست که دو تا دریا هست که به هم دیگر می‌رسند اما آبشون با هم مخلوط نمی‌شه، بینشون چیه؟ بینشون دیواری هست، سنگی هست، چی هست؟ حالا ببینید، توجه بفرمایید، این بالا رو هم که می‌بینید Atlantic and Pacific Ocean meet at the point of mid-ocean. شاید اونایی که با علم زیست شناسی و بیولوژی آشنایی دارن بدونن که شاید علتش تفاوت ترکیب این آب و این آب باشه. شاید اینکه مثلا از یک گروه سارانی آمده است که شاید آب که خواص معدنی آبش فرق میکنه با آب دیگر. سوره مبارکه الرحمن مسئله دیگری که خدای مهربان می‌فرماید
مسئله غرق شدن که نه یک آیه کامل خدای مهربان در باب غرق شدن می‌فرماید. حالا ببینید عزیزان، عمق دریا، عمق آب‌ها چقدر است؟ ما گاهی اوقات، حالا اگر شما از اینان اهل دقت و حکمت هستید، حتما به کنار اقیانوس که می‌روید می‌خوانید آن آیه شریف را: سبحانک اینی کنت من الظالمین، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک. خدایا این رو تو بی خود و بیهوده نیافریدی، در این خلقت ها هست، در این عظمت ها هست، آیه ها هست. حالا ببینیم که عمق دریا چقدر هست، که خدای مهربان کلیرلی یک آیه در قلب قرآن سوره مبارکه یاسین می‌فرماید اگر ما بخواهیم میتوانیم غرقتان بکنیم، اما از سر رحمت نکرده ایم. این 40 متر هست دیگه، که معمولا بیشتر از 40 متر پایین نمیرن. سیصد و یک متر از این پایین دیگه این بالها یا نهنگ ها هم نمیرن. صاحب این شهر با عظمت امیر مؤمنان علی علیه السلام سؤال شد که آقا در این شب لیلة القدر بهترین عمل چه عملی هست؟ حضرت فرمودند بهترین عمل در شب لیلة القدر کسی میتونه بگه چی؟ مباحثه علم. اونهایی که اهل معرفت هستید عزیزان، شماها خوب میدونید این نعمتی بوده است که ما دیشب توفیقی پیدا کردیم در خدمت عزیزان، به آسمان ها نگاه کردیم، کهکشان ها رو دیدیم. امشب که آیه رسید درباره دریاها، به عمق دریاها تأملی کردیم. این خودش جهانبینی الهی است. این آیه ای هست برای که امشب انسان بتواند با معرفت بیشتری نسبت به خالق خودش رابطه ای برقرار بکند، از اینکه بخواد همیشه در اون زندگی تکراری روزمره خودش گرفتار باشه. حالا که در این آیات الهی، در این شب نزول این آیات تأملی میکنیم، انشاءالله دلها آماده تر خواهد بود. خدای مهربان میفرماید به اضافی لهم اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضون. حالا همه این آیات رو ما گفتیم به این بشر، ولی بعضی از اینها هستن که از کنار این آیات گذرا رد میشن، رو بر میگردانند. و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ان نطعم من لو يشاء الله اطعمه. خدای مهربان اشاره میکنند به تقوا. شب لیلة القدر دو کلام درباره تقوا صحبت میکنیم، بس تمام. آمدیم که تقوامون خوب انشاءالله در ماه جمعه عزیزان خوب بهتر بشه.
خواهرها یه خورد سر صدا هست علیم. یه چند کلام آخر رو توجه بکنید. شنیدن به این تفاسیر آیات الهی انشاءالله منجور خواهید بود، ثواب دارن. صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد. حاج نصیرالدین طوسی میفرماید تقوا چیه؟ تقوا اون رابطه خیر بین انسان با خدا، التعظیم لامر الله و الشفقه لخلق الله. تقوا یعنی این که امر الهی رو انسان تعظیم بکنه که الحمدلله شما عزیزان کردید، و دوم چی هست؟ شفقت لخلق الله، با خلق خدا با شفقت با رحمت برخورد کردن. لذا شما میبینید بعض از مسئله تقوا خدا کلمه انفاق به استفاده میفرماید. یعنی اگر میخواهید به تقوا برسید، این تقوای شما، تقوا یعنی پرهیزکاری ها. شاید بعضی ترجمه ها تقوا رو به معنای ترس معنا بکنه، اما اینطور نیست. تقوا، حالا مثلا یک کلمه جدیدتری رو اگه بخوام استفاده بکنیم، شاید بگیم رژیم یا دایت. یک کسی که غذای خودش رو کنترل میکنه، یک انسان آگاه غذای خودش رو کنترل میکنه. خود قرآن هم همین رو میفرماید، میفرماید که در غذای خودتون دقت کنید، ینظرون الی طعامه. ولیکن در غذاهای روحی خودش زمانی که تقوا داشته باشه دقت میکنه، و خود همین هم یک رژیم معنوی و روحی میشود. عزیزان، پیغمبر مکرم اسلام خاتم انبیاء محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم هر زمانی که یکی از اوصاف خودشون رو بیان میکردن، فوراً میفرمودن لا کبر له. هر بار مثلا میگفتن که انا خیر ابن آدم، من بهترین فرزندان آدم هستم. بلا فاصله بعدش میگفتن لا کبر له. این رو که گفتن از جهت تکبر نبود، یعنی اون کسانی که اهل دل هستن اینقدر ظرافت و دقت میکنن در غذای روح خودشون، مواظب همه چیز هستن، هیچ کلامی نیست که در تو تأثیر نداشته باشن. هر حرفی رو که بزنی، خانما گوش کن، هر حرفی رو که بزنی در شما تأثیر داره، هر صدایی رو که بشنوی در شما تأثیر داره. همون گونه که انسان حکیم میداند هر حبه قندی را که بخورن در او تأثیر دارد، هر غذای چربی را که بخورد در او تأثیر دارد، هر سیب سالمی رو که بخورد در او تأثیر دارد، هر کلام قرآنی رو که بشنود در او تأثیر دارد، هر استغفراللهی رو که میگوید در او تأثیر دارد. لذا عزیزم، خواهرم، برادرم، در این شب عزیز تصمیم بگیر جدن در خوراکی های روحی و فکری خودت یک تغییر اساسی و جدی ایجاد کن. ما خیلی از معرکه دوریم عزیزم. هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز در خم یک کوچه ایم. اون بزرگ مرد، اون عارف وارسته، زمانی که از حمام آمد بیرون، حمام های قدیم که به این آسانی نبود که یه هفته یه روزی اگر میرفتند و بعدش هم اون بخچه لباس و اون لباس ها و اینها تا عمامه رو ببنده و اینها، خلاصه با غلام خودش آمد بیرون از حمام که شخصی خب خاکسترها رو گاهی اوقات از بالا میریختن پایین، شخصی خاکسترها رو ریخت روی این عالم جلیل القدر. حالا حمام رفته بعد از هفته ای و خلاصه هزینه حمامی و این لباس های سفید و اینها، خب ما میبینیم چی ها میکردیم؟ در میگشتیم حقش رو کف دستش میدوشتیم. ایشون چی گفت؟ سرش رو انداخت باش و اینها بدا. خادمش سوال کرد که جناب عالم، یه چیزی، یه نگاهی لاغر، همیچی که سرش رو انداخته بود رفت جلو، گفت ای نفس، تو در خور آتشی، ز خاکستری روی در هم کشی. خوراک معنویش خیلی خالص بوده، خوب دقت کرده به اینجا رسوندش. انشاءالله شما خوبان هم اینطوری. گفتیم به تعبیر خواجه نصیر که تنها دو بار دارد، یک رابطه با خدا، دیگر شفقت با خلق خدا. امشب یکی از مساجد شفقت با خلق خدا
این هست که زیر تروبال این خانه خدا این مسجد رو به اندازه بس و توان خودمون بگیر. خادمان شما امشب میخوان فانرزینگی داشته باشن برای مساره هر کدوم ما همون گونه که در این آیه شریفه خوندیم متاع الامین. این آیه رو به خداوند دست ما داده از مال ما نیست، متاع الامین. این وسیله هایی هست که با بهش زندگی بکنیم. این وسیله چند روزی دست ماست و اون حقی که خدای مهربان در رزق ما بر ما گذاشته است، رزقی هم که ما خودمون از هنگام تولد از مادر نیاوردیم ها با خودمون، باز هم او با ما محبت کرده است، لطف کرده است، داده است. لذا عنایت بکنند عزیزان، خواهران، برادران، جوانهای عزیزمون، هر کس به اندازه توان خودش مقداری انشاءالله کوشش بکنید که در این فانرزین کمک بکنید و این خانه توحید رو همون گونه که ابراهیم و اسماعیل خانه توحید رو بنا ساختن، خانه توحید رو کمک کنید، خانه اهل بیت علیهم السلام رو کمک بفرمایید و مطمئن باشید که ماجور خواهید بود. وقتی این فاق رو هم میکنید خواهران و برادران، با خدای خود معامله کن. خدایا با بار گناه آمده ام یا الله، از درگاه خود مکن ردم یا الله. گفتم که منو این همه عصیان چه کنم؟ گفتی که بیا من آمدم یا الله. حالا من میخوام خدایا اون چی که بر من یک عمری رزق کردی و مرحمت کردی، یک مقداری در این شب لیلت القدر که انفاق در شب لیلت القدر با عظمت ترین انفاق است و ثواب انفاق در شب لیلت القدر بسی مضاعف از سایر روزهای رمضان هست، به ویژه غیر از ماه مبارک رمضان. بیشتر از این وقت عزیزان رو نمیگیرم. خدای مهربان انشاءالله به این جمعیت در این شب لیلت القدر، در این شب رحمت، به نظر رحمت، به نظر مغفرت نگاه بفرماید. پدر و مادر شما رو که چشم براه دعاهای خیر شما خوبان هستند، مشمول رحمت و مغفرت خودش بفرماید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل